دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی سالانه اش به کنگره بار دیگر تاکید کرد که باید به جنگ طولانی و خونین در افغانستان نقطه پایان داد. این مقام نخست آمریکایی میگوید از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین است، اما تا اکنون نتایج این گفتگوها روشن نیست. I have also accelerated our negotiations. من همچنان مذاکرات را برای رسیدن به صلح که اگر ممکن باشد سرعت بخشیده ایم. نمیدانم که آیا قادر خواهیم شد به یک توافق دست یابیم یا خیر، اما میدانم که پس از دو دهه جنگ زمان آن رسیده تا کم از کم برای صلح تلاش کنیم. دونالد ترامپ همچنان یک بار دیگر از خروج نیروهایش در صورت رسیدن به یک توافق با طالبان در این سخنرانی یاد کرد، اما از زمان و شمار دقیق خروج سربازانش یاد نکرد. As we make progress in these negotiations, در صورت پیشرفت در مذاکرات میان نمایندگان آمریکا با گروه طالبان، قادر خواهیم بود حضور سربازانمان را کاهش دهیم و توجهمان را بیشتر روی مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازیم. در ماه دسامبر سال گذشته مقام‌های آمریکایی گفتند که ترامپ در نظر دارد که بیش از 7000 نیرویش را از افغانستان خارج کند. این مسئله نگرانی‌های را برانگیخت که شمار کاهش یافته نیروها قادر به انجام همه مأموریت‌ها نخواهند بود.